بسم الله الرحمن الرحیم با آموزش دینامیک پیشرفته در خدمتون هستیم فصل یکم بحث دینامیک ذرات در این فصل به دو بخش بسیار مهم می پردازیم. ابتدا به سینماتیک ذرات می پردازیم و سوالاتی رو حل می کنیم و در بخش بعدی به دینامیک ذرات می پردازیم. این دو هست در دینامیک کارشناسی وجود داره ولی در بحث دینامیک پیشرفته مروری چند جلسه ای در دانشگاه روی این مباحث میشه به همین دلیل ما هم یک فصل رو به این مباحث اختصاص دادیم ابتدا به تعاریفی اولیه میپردازیم که میتونیم از اونجا سرعت متوسط رو تعریف کنیم که سرعت متوسط برابر هستش با جابجایی به, به روی زمان و همچنین شتاب متوسط برابر هستش با تغییرات سرعت به روی زمان و خود سرعت رو میتونیم فرض کنیم میشه مشتق جابجایی یا مکان بر حسب زمان و شتاب رو میتونیم فرض کنیم میشه مشتق دوم مکان به زمان یا مشتق اول سرعت به زمان مفاهیم اولیه هستن که در فیزیک پایه هم ما با اینها مواجه میشیم و مفاهیم بسیار ساده هستن و از اینها میتونیم یک فرمول بسیار مهم و نتیجه بگیریم که V دیه V برابر هستش با A دیه S که فرمول پرکابرود برای حل مسائل هست قسمت بعدی که داریم بحث پرتابه ها هستن در پرتابه ها ما در دو معلف سرعت و جا به جایی داریم در معلف x سرعت اون ثابت هستش و برابر با وی صف کوسینوس آلفا آلفا اون زاویه هستش که با سطح افق می سازه و وی ایگرگ هم برابر هستش با وی صف سینوس آلفا منهای جی تی و یکی از معادلات بسیار مهم در بحث پرتابه ها معادله مسیر هستش اون رو بر حسب ایکس و ایگرگ می نویسه. یعنی یعنی ایگرگ هست ایکس تانجانت آلفا منهای جی به روی دو وی به توان دو در کوسینوس به توان دو آلفا در ایکس دو این معادله مسیر برای پرتابه ها هستش همچنین برد پرتابه ها را میتونیم ما به دست بیاریم برد پرتابه ها مثل این میمونه که ما میگیم موشکی هزار کیلومتر برد داره یعنی دقیقا از این فرما میتونیم برد رو به دست بیاریم که میشه وی به توان دو به روی جی در سینوس دو آلفا این میشه از بحث پرتابه ها که ما به طور کامل اون رو تونستیم بررسی بکنیم در این اسلاید میخوایم مختصات عمودی مماسی یا همون انوتی رو بررسی بکنیم که در اونجا ما میایم شتاب رو به این صورت فرض میکنیم میگیم شتاب یک متحرک میشه V در راستای T به اضافه V2 به روی رو در, در راستای ای N که آ تی ما تعریف میشه V که برابر با استات هستش و A N فرض میشه که v دو به روی رو هستش و از اینجا میتونیم آ کل یک متحرک رو به دست بیاریم که میشه A T به توان دو به اضافه A ان به توان دو چون حالا ما داریم مبحث ادوانس دینامیک رو تدریس میکنیم من دیگه این مباحثی که مورد دینامیک کارشناسی هستش رو خیلی سریع و بدونی که جزئیات ذکر کنم فقط دارم نکات مهمش رو میگم که سریعتر به حل سوال بپردازیم و از درس اصلیمون غافل نشیم و این قسمت حالت مرور داره در این قسمت به محاسبه شعاع انحنا میپردازیم ببینید شعاع انحنای یک متحرک میتونه به این صورت به دست بیاد که بشه یک به اضافه ی پریم به توان سه دوم به روی ایگرگ زگوند اندازش این اگر ما معادله مسیر رو به صورت Y مساویه با مثلا f(x) یا حالا هر فانکشنی از x داشته باشیم میتونیم انحنای مسیر رو به این راحتی به دست بیاریم همچنین انحنای مسیر رو میتونیم از یک فرمول دیگه هم به دست بیاریم که میشه V به توان سه به روی اندازه V کراس A و از اینجا میتونیم با ضرب خارجی بردارهای سرعت و شتاب خیلی راحت بتونیم بحث جا انحنا رو به راحتی محاسبه بکنیم که باید اون باشه ما در کدومی که این فرمول میتونیم استفاده درست رو بکنیم زمانی هستش که اگر معادله مسیر رو بدن از اون فرمول بالایی هستش اگر سرعت و شتاب رو بدن قطعا از فرمول پایینی استفاده میکنیم پس بهتر هستش که ما ببینیم کدوم قسمت مسئله به ما داده شده که از اونجا بتونیم به راحتی مسئلهمون رو حل بکنیم که خب اگر من این رو بخوام بیام بازنویسی بکنم در مختصات کارتزیان میتونم به این صورت بنویسم که اینجا میشه وی ایکس به توان دو به اضافه وی y به توان دو کلا به توان سه اون جزش هم برای اندازه هستش و پایین هم که اگر ما ضرب کراس رو انجام بدیم به این صورت خواهد شد چه وی ایکس آی وای منهای وی وای در آی ایکس و میتونیم از اونجا بحث شعاع انحنا رو در مختصات کارتزیان بنویسیم خب پس این هم شد محاسبه شعاع انحنای یک متحرک قسمت بعدی که داریم بحث مختصات قطبی هستش در مختصات قطبی ما وی رو به این صورت نمایش میدیم میگیم آر دات در ای آر به اضافه آر تتا دات در ای تتا که ما اینجا وی آر رو فرض میکنیم میشه آر دات و وی تتا رو فرض میکنیم میشه آر تتا دات همچنین شتاب متحرک برابر هستش با R دبل دات منهای R تتا دات به توان دو در ای آر به اضافه آر تتا دبل دات به اضافه دو آر دات تتا دات در ای تتا که ما اینجا میتونیم آی آر رو فرض کنیم هست آر دبل دات منهای آر تتا دات به توان دو و آی تتا هم همچنین برابر هستش با آر تتا دبل دات به اضافه دو آر دات تتا دات این میشه مختصات قطبی حالا مختصات استوانه ای همین مختصات قطبیه فقط یه معلف زد هم بهش اضافه میشه که دیگه من از گفتن مختصات استوانه ای دیگه پرهیز میکنم چون همینه فقط یه معلف زد بهش اضافه میشه و تفاوتی واقعا نداره آخرین مختصاتی که اینجا بررسی میکنیم و بعدش به حل سوالات میپردازیم مختصات کروی هستش برای سه بود هست ما اینجا میگیم به این صورت بیان میکنیم میگیم که V هست V R در ای R به اضافه V در ای تتا به اضافه V فی در ای فی که از اینجا V R برابر هستش با R دات V تتا برابر هستش با R تتا دات در کوسینوس فی و وی فی هم برابر هستش با آر در فی دات که میدونیم تتا زاویه هستش که متحرک با سطح افقی میسازه و فی هم زاویه هستش که متحرک در صفحه با صفحات x یا حالا ایگرگ میتونه بسازه همچنین شتاب متحرک رو هم میتونیم بنویسیم که آ برابر هستش با آی آر در ای آر به اضافه آی تتا در ای تتا به اضافه آی فی در ای فی خواهد بود که اینجا من میتونم آی آر رو نمایش بدم میشه آر دبل دات منهای آر فی دات به توان دو منهای آر تتا دات به توان دو در کسینوس به توان دو فی و آی تتا هم برابر هستش با کسینوس فی به روی آر دی به دی تی آر دو در تتا دات منهای دو آر تتا دات فی دات در سینوس فی و همچنین آی فی رو هم میتونم نمایش بدم که برابر خواهد بود با یک به روی آر دی به دیتی تی آر دو فی دات به اضافه آر تتا دات به توان دو سینوس فی در کسینوس فی حالا میتونم سینوس دو فی تقسیم برای دو هم بنویسم پس این هم برای مختصات کروی که به طور کامل تونستیم اون رو بنویسیم و من اینجا بحث سینماتیک ذرات یه درسنامه بسیار مختصر و در حد فقط مرور اینجا نوشتم و از اینجا به بعد به حل مسائل سینماتیک ذرات میپردازیم بریم سراغ حل مسائل دینامیک ذرات بخش سینماتیک سال اول گفته شتاب قائم راکتی با سوخت جامع توسط این رابطه بیان میشه که کا و بی ثابته وی سرعت قائم راکت و جی هم شتاب سقل هستش که ثابت فرض میشه عبارت اول که حالت نمایی داره اثر نیروی رانشی است که به موازات مصرف سوخت مسلک میشه عبارت دوم بیانگر کاهش شتاب به علت مقاومت هواست. حالا میخوایم رابطه ای پیدا کنیم که سرعت قائم رو در تی ثانیه پس از شلیک بیان کنه ما چون رابطه سرعت رو میخوایم می میایم به جای آ میذاریم دی به دی تی یعنی می به این صورت میگیم دیه وی به دیه تی برابر هستش با اون عبارتی خودش داده کا در ای به توان منفی بی تی منهای سی وی منهای G. من اگر این منفی سی وی رو به سمت راست معادله ببرم به این صورت خواهد شد میشه دیه وی به دیتی به اضافه سی وی مساوی استش با کا در ای به توان منفی بی تی منهای جی که به این معادله میگن معادله خطی مرتبه اول First اوردر Linear Differential یعنی ما معادله دیفرانسیل رو اگر خواست کرده باشیم و بلد باشیم حل این معادله رو به راحتی میتونیم یاد بگیریم که در این حل این معادله میمونیم اول فاکتور انتگرال رو محاسبه میکردیم که برابر هستش با ای به توان منفی انتگرال سی دی که برابر میشه با ای به توان منفی سی تی خب این شد فاکتور انتگرال ما حالا اگر فاکتور انتگرال رو داشته باشیم و به حل معادله بپردازیم وی ما به این صورت خواهد شد میشه آ در ای به توان منفی سی تی به اضافه ای به توان منفی سی تی در انتگرال کا ای توان منفی بی تی منهای جی پرانتز بسته ای به توان سی تی در دی تی این میشه عبارت ما برای وی حالا اگر ما انتگرال رو بگیریم و ساده سازی رو انجام بدیم خواهد شد آ ای به توان منفی سی تی میرید همش معادل دیفرانسی رو بحث ریاضی هستش این سال کا در سی منهای بی در ای به توان منفی بی تی منهای g تقسیم بر c این میشه معادله سرعت برای متحرک یا همین موشک ما حالا میریم به شرط اولیه میپردازیم که بتونم ثابت a رو به راحتی به دست بیارم برای به دست آوردن ثابت a از شرط اولیه استفاده میکنم میگم در t صفر ویمون هم برابر با صفر پس اینجا مینویسم میگم صفر برابر است با a به اضافه کا بر C منهای B منهای G سیوم که از اینجا A رو میتونم به راحتی به دست بیارم که میشه G سیوم منهای K به روی C منهای B حالا که آب دست اومد میتونم رابطه سرعت رو به درستی بنویسم که V برابر خواهد شد با G سیوم منهای K به روی C منهای B در ای توان منفی سی به اضافه کا c منهای b در e به توان منفی bt منهای g c که از اینجا میتونم ساده تر بیان کنم رابطه v رو و بنویسم میشه g به روی c در e به توان منفی ct منهای یک به اضافه k به روی c منهای b در e به توان منفی bt منهای e به توان منفی c یک سوالی بود که کاملا ریاضی محور بود و با معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول تونستیم اون رو حل کنیم در طراحی یک سیستم انتقال سریع مسافر هنگامی که قطار بین دو ایستگاه آ و بی به فاصله 10560 فوت حرکت کند سرعت قطار به این صورت تغییر میکنه و شیب در ابتدا و انتها هم برابر با صفر خواهد بود و اینجا هم به صورت تابع درجه سه یا همون کیوبیک فانکشن بیان میشه زمان و شتاب ماکسیموم از ما میخوادش ببینید برای که زمان کل رو به دست بیاریم باید زمان این تیکه رو به دست بیاریم برای که زمان این تیکه رو به دست بیاریم چون سرعتش رو داریم باید مسافت این تیکه ای ثابت رو به دست بیاریم برای اینکه بتونم مسافت این تیکه ثابت رو به دست بیارم باید مسافت این کیوبیک فانکشن ها رو به دست بیارم از کل این 10560 کم کنم تا مسافت تی در این بازه به دست بیاد حالا وقتی مسافت طی در این بازه به دست اومد چون سرعتش هم داریم به راحتی میتونم زمان رو به دست بیارم پس میریم سراغ حل این سوال ابتدا ما میایم اینو به صورت یک کیوبیک فانکشن بیان میکنیم یعنی میگیم که وی من برابر خواهد بود با آ به اضافه بی تی به اضافه c. T2 به اضافه D T3 سراغ شرایط اولیه سیستممون اولا V0 ما برابر با صفر خواهد بود طبق نمودار پس ضریب A برابر با صفر خواهد شد همچنین خود صورت سوال گفته گفته که D V به D T یعنی شیب نمودار در ثانیه 0 برابر با صفر خواهد بود و در ثانیه 15 هم برابر با صفر خواهد بود پس من الان کافی فقط از این عبارت مشتق بگیرم میشه B به اضافه دو سی تی به اضافه سه دی در T دو برابر با صفر خب میام تی صفر رو قرار میدم اینجا اگه تی صفر رو قرار بدم بی من برابر با صفر خواهد شد پس بی من اینجا میشه صفر حالا این مشغیری رو که انجام دادم حالا میام تی 15 رو قرار میدم و بیام صفر قرار میدم اگه این کار انجام بدم عبارت من به این صورت خواهد شد C C به اضافه 675 و و در D مساوی با صفر که از اینجا میتونم این معادلات رو داشته باشم ما الان یک معادله بر حسب C و D داریم قطعا به یک معادله دیگه هم نیاز دارم که از اونجا دو معادله دو مجهول بتونم C و D رو به دست بیارم و از چه معادله استفاده میکنم؟ از رو نمودار کمک میگیرم میگم در ثانیه 15 هم سرعت من 80 مایل بر ساعته پس من میام مایل بر ساعت رو به فوت بر ثانیه تبدیل میکنم و از اونجا میتونم سی و دی رو محاسبه کنم پس من میگم که اینجا وی 15 من برابر خواهد بود با 80 مایل بر ساعت از اینجا میشه C در 15 به توان دو، به اضافه دی در 15 به توان سه، این 80 و تبدیل بشه یعنی یک بار ضرب در 5280 میشه تبدیل مایل به فوت و یه تقسیم به 3600 هم به خاطر تبدیل ساعت به ثانیه می کنیم. این یه معادله برای سی و دی. این هم یک معادله برای سی و دی. دو معادله دو مجهول حل میکنم و میتونم به راحتی سی و دی رو محاسبه بکنم. سی من برابر میشه با یک و 564. همچنین دی برابر خواهد بود با منفی 6 ممیز 95 زب داره 10 به توان منفی 2. حالا که سی و دی به دست اومد معادله سرعت من به دست اومده حالا که معادله سرعت من به دست اومده میتونم انتگرال بگیرم و معادله مکان رو هم به دست بیارم خواهیم داشت معادله سرعت به این صورت میشه میشه وی مساوی با یک ممیز پونسد و شست و چهار در تی دو منهای صف ممیز صف شیستد و نود و پنج در تی سه حالا میبنیم از این معادله انتگرال میگیرم. اگر انتگرال بگیرم بگم S برابر است با انتگرال از 0 تا T. همین عبارت رو می نویسم یک ممیزه 564 در T2 منهای صرف ممیزه صرف 695 در T3. کرانش هم صرف تا T که برابر میشه با صرف ممیزه 521 در T3 منهای صرف ممیزه صرف 100 738T4 این میشه معادله مکان ما حالا ما میتونیم در ثانیه 15 که اونجا سرعتمون رو داشتیم مکانمون هم به دست بیاریم یعنی بیایم S15 رو به دست بیاریم اگر من 15 رو جایگزینی بکنم برابر خواهد شد با 880 فوت پس ما میتونیم متوجه بشیم که در این دو قسمت یعنی این قسمت و این قسمت ما 880 فوت رفتیم حالا اگر از این 10560 این دو تا 880 تا رو کم بکنم میتونم به راحتی به مسافت طی شده در این قسمت مستطیلی برسم پس میشه مسافت طی شده در سرعت ثابت یعنی همونجا که نمودارون ثابت هست برابر هستش با اون 10560 منهای دو تا 880 که برابر خواهد شد با 8800 فوت پس اون قسمتی که ما سرعتمون ثابت هستش مسافتی که طی کردیم برابر با 8800 فوت هستش حالا با توجه به سرعتی که داریم میتونم به راحتی زمانش رو به دست بیارم معادله سرعت ثابت رو مینویسم S برابر است هستش با V در دلتای T S رو من دارم میشه 8800 V برابر است با 80 زب داره همون تبدیل مایل به فوت و ساعت به ثانیه ضرب داره دلتای تی از اینجا اگه محاسبه بکنم دلتای تی من برابر خواهد شد با 75 ثانیه حالا کل زمان حرکت ما برابر خواهد شد با یه 75 تا که اینجا دارم دو تا هم 15 تا اون کیوبیک فانکشن ها بودن که میشه 30 تا که با این 75 کلا میشه 105 ثانیه پس کل زمان طی شده ما برابر با 105 ثانیه خواهد شد خاصه دیگری هم سوال داشته که از ما شتاب ماکسیموم رو میخواد خب ما فقط کافی که از معادله سرعتمون مشتق بگیریم و از اونجا بتونیم اکسترمومش رو به دست بیاریم پس به راحتی می نویسم. میگم A برابر است با دی V به دی T که از اینجا معادله شتاب من برابر خواهد شد با 3 ممیزه 13 در تی، منهای صرف ممیز 209 در تی دو اگر من این رو مشتق ازش بگیرم و مساوی با صفر قرار بدم میتونم اون زمانی که شتاب اون ماکسیموم میشه رو به دست بیارم پس میگم دی آب به دی تی دی آب به دی تی برابر خواهد بود با 3 ممیز 13 منهای صفر ممیز 417 در تی مساوی با صفر که از اینجا تی من برابر خواهد شد با 7.5 ثانیه پس در ثانیه 7.5 ما به ایش اتاب میرسیم پس آ ماکسیموم برابر خواهد بود با 3 ممایز 13 در 7.5 منهای 0 ممایز 209 در 7.5 به توان 2 که از اینجا آ ماکسیموم به راحتی به دست میاد برابر است با 11 ممایز 73 فوت بر ثانیه به توان 2 دو. و تونستیم به راحتی این سوال رو حل کنیم میبینیم که در بحث سینماتیک بحث ریاضیات خیلی خیلی وارد هستش یه بار یکی از دانشجو به من میگفت میگفت من سینماتیک رو میخونم انگار دارم ریاضی میخونم واقعا همینه ببینید الان در این سوالی که ما الان حل کردیم و طولانی هم بود تقریبا بحث شرط اولیه به دست آوردن و بحث معادله دو و بحث انتگرالگیری و همه اینا رو داشتیم و بحث مشتقیری هم که در انتها تونستیم اون رو انجام بدیم پس سینماتیک ذرات بسیار, بسیار بسیار به ریاضی وابسته هستش مثال 3 در یک آزمایش سیالاتی گلوله‌ای در زمان تی صفر به داخل سیال شلیک می‌شود. سرعت اولیه وی صفر و زاویه شلیک نسبت به افق تتا است. شتاب ناشی از مقامت سیال با عبارت منفی کاوی بیان می‌گردد که کا ثابت و وی سرعت گلوله در سیال است. معلف های X و Y برای سرعت و جابجایی رو به دست بیاریم و سرعت نهایی همون ترمینال ویلوسیتی رو به دست بیاریم خب ببینید برای این کار ما باعثی اول بیایم با توجه به شتاب سقلی که داریم و شتاب مقاومت و چون اینجا ما نیروی تراست نداریم شتاب تراست نداریم و فقط همین دو تا عامل شتاب هست یعنی بحث مقاومت و بحث گرانش معادله شتاب رو به دست بیاریم یک بار انتگرال بگیریم معادله سرعت و بار دیگر انتگرال بگیریم و معادله مکان به دست بیاد یعنی جالبه بهتون بگم این سال قبلی باز هم ریاضیات حرف اول رو در این مسئله میزنه و کلا در بحث سوالات سینماتیک مانور سختی روی سال رو بحث ریاضیات هستش پس بیایم معادله شتاب رو بنویسیم. معادله شتاب همونطوری که گفتم ناشی از دو عامل منفی کا وی منهای جی. اگر این رو بر حسب آی و جی بخوایم بنویسیم این وی من یه معلفه آی داره یه معلفه جی داره. پس از اینجا آی ایکس من میشه منفی کا وی ایکس یا همون وی سر کوسینوس تتا و آی وای من برابر خواهد بود با منفی کا وی وای منهای جی. حالا میام دونه به دونه انتگرال گیری رو انجام میدم میگم که آ x برابر هستش با دی V x به دی T که هستش منفی کا در وی ایکس اگر بخوام انتگرال گیری رو انجام بدم میشه وی ایکس صفر تا وی x دی به روی وی ایکس هستش منفی انتگرال صفر تا تی کا دی تی که از اینجا به راحتی میتونم به دست بیارم که Vx من میشه Vx ایکس صفر در ای به توان منفی کاتی یا میتونم به جای وی ایکس صفر بنویسم وی صفر کسینوس تتا در ای به توان منفی کاتی این شد الان وی ایکس من حالا میتونم از این وی ایکس من انتگرال بگیرم و خود ایکس رو به دست بیارم پس خواهم داشت به این صورت میگیم Vx ایکس هستش دی ایکس به دی تی که از اینجا برابر هستش با وی x صفر در ای به توان منفی کا t که اگر دو طرف انتگرال بگیرم خواهم داشت صفر تا x دی x این سمت میشه از صفر تا تی وی x صفر در ای به توان منفی کاتی که گفتم به جای وی x میشه نوشت وی صفر کوسینوس فرقی نداره دی تی که خب اگر از این انتگرال بگیرم x من به دست خواهد اومد x برابر هستش با v x صفر به روی t در یک منهای ای به توان منفی کا t که روشه بسته یا میتونم به این صورت بنویسم بگم x در نهایت برابر خواهد بود با وی صفر کوسینوس تتا به روی k در یک منهای ای به توان منفی کا این شد پس معلفه x ما حالا دقیقا همین روند رو برای y هم تکرار میکنم یعنی میگم الان a y یا d v y به d t برابر هستش با منفی k v y منهای g از اونجا انتگرال گیری رو انجام میدم میگم v y یا v y صفر تا v y اینجا هم d v y به روی k v y به اضافه g اون سمت هم میشه منفی صفر تا تی دی تی که از اینجا به راحتی میتونم وی وای رو به دست بیارم که وی وای برابر میشه با وی سینوس تتا به اضافه جی به روی کا پرانتز باز و بسته در ای به توان منفی کاتی منهای جی به روی کا پس این میشه وی وای حالا من وی وای رو بخوام انتگرال گیری مجدد رو انجام بدم خیلی راحت میتونم به این صورت بگم میگم صفر تا ایگرگ یا وای دی وای برابر هستش با از صفر تا تی وی ای یا صفر یا وای صفر به اضافه جی کام در ای به توان منفی کاتی منهای جی کام کلن دی تی که اگر از این انتگرال بگیرم در نهایت خواهم داشت ایگرگ برابر است با یک به روی کا در وی 0 سینوس تتا به اضافه جی به روی کا که روشه بسته دوره که روش باز یک منهایی به توان منفی کاتی که روشه بسته منهای جی به روی کا در تی خب پس این میشه معلفه ی وای حالا اگه من بخوام ترمینال ویلوسیتی یا همون سرعت نهایی رو به دست بیارم میام تی رو به سمت بی نهایت میل میدم اگه تی رو به سمت بی نهایت میل بدم وی ایکس من به سمت صفر میل میکنه و وی وای من به سمت منفی جی به روی کا میل خواهد کرد پس اینو از حل این سوال که باز هم دیدیم سوال بسیار بسیار ریاضیاتی و مبتنی بر ریاضیات مسئله بود بریم سراغ مسئله چهار گفته پرتابهی با سرعت اولیه وی صفر از نقطه آشلیک میشه زاویه تتا رو طوری تعیین کنید که برد آر با زاویه آلفا ماکسیموم گردد و برای این تا زاویه هم میخوایم اون رو بررسی بکنیم ببینید این سال سال جالبی هستش ما در درسنامه یک معادله مسیری رو گفتیم که روی سطح صاف باشه و یک زاویه تتا ایجاد بشه ولی در این سوال ما یک زاویه تتا با سطح افق داریم ولی سطح ما یک زاویه آلفا هم خودش با سطح افق داره پس نمیتونیم معادل مسیری که اونجا گفتیم اینجا به کار ببریم پس ما اینجا باید نحوه به دست آوردن معادله مسیر رو یک بار اجرا کنیم یعنی یک بار در راستای x و یک بار در راستای y معادلاتمون رو بنویسیم تی رو از کدوم حصف کنیم تو اون یکی بندازیم و معادله مسیر به دست بیاد که معادله مسیر ما اینجا همون برد ما میشه حالا وقتی ما برد رو به دست آوردیم میای مشتق میگیریم بر حسب تتا و از اونجا مساوی صفر قرار میدیم و اون زاویه‌ای که باعث ایجاد اون ماکسیمم شدن اون بردمون میشه رو به دست میاریم پس بریم سراغ حل سوال ابتدا میام معادله در راستای x رو می میگم x برابر هستش با x صفر به اضافه v x صفر در t حالا در نقطه b ما به اندازه r کسینوس آلفا تی کردیم که برابر است با v صفر کسینوس تتا در t و همچنین y برابر است با y صفر به اضافه v y صفر در t منهای یک دوم جی t دو که در نقطه B خواهیم داشت R سینوس آلفا برابر است با V صفر در سینوس تتا در تی منهای یک دوم G تی دو ما بیایم تی رو از معادله اول در راستای X به دست بیاریم این معادله یک این معادله شماره دو از معادله شماره یک من میام تی رو به دست میارم که تی برابر هستش با R در کسینوس آلفا به روی وی سف در کسینوس تتا و این تی رو در معادله دو جایگذاری میکنم و در معادله شماره دو این تی رو جایگذاری میکنیم که اگر این معادله رو جایگذاری بکنم برابر میشه با آر سینوس آلفا مساوی با وی سف در سینوس تتا در آر کسینوس آلفا به روی وی سف در کسینوس تتا پرانتز رو میبندم منهای یک دوم جی در آر کسینوس آلفا به روی وی صفر کسینوس تتا کلن به توان دو حالا این معادله به دست آمده رو یه مقدار ساده تر میکنم که بتونیم راحت تر باهاش کار کنیم پس این معادله برابر خواهد شد با آر برابر است با دو وی صفر به توان دو کسینوس به توان دو تتا به روی جی در کوسینوس آلفا در تانژانت تتا منهای تانژانت آلفا این میشه معادله آری که من دارم پس این یعنی الان معادله آر به دست اومد حالا همونطوری که ابتدای این سوال گفتم میگیم نسبت به تتا مشتق میگیریم میگیم دی آر به دی تتا برابر خواهد بود با چهار وی به توان دو کوسینوس تتا در منفیه سینوس تتا به روی جی در کوسینوس آلفا در تانژانت تتا منهای تانژانت آلفا به اضافه دو وی صفر به توان دو کوسینوس به توان دو تتا به روی جی کوسینوس آلفا در یک به روی کوسینوس به توان دو تتا این رو با صفر قرار بدیم اگر این رو با صفر قرار بدیم یه معادله مثلثاتی میشه یه باید حالا شروع به حل یک معادله مثلثاتی بکنیم و چون داریم کاملا تشریحی این سوال حل میکنیم و نقطه تست نیست این آموزش من این مثال رو کامل حل میکنم از اینجا ما خواهیم داشت میشه دو وی سفر به توان دو به روی جی در کوسینوس آلفا کروشه باز دوتا تا کسینوس تتا سینوس تتا در تانژانت آلفا منهای تانژانت تتا پرانتز بسه به اضافه یک برابر است با صفر انگار یک فاکتوری گرفتیم اگر ما این قسمت که نمیتونه صفر قرار بدیم پس این قسمت رو مساوی با صفر قرار میدیم و خواهیم داشت پس می نویسم میشه دو در کوسینوس تتا سینوس تتا در تانژانت آلفا منهای سینوس تتا به جای تانژانت تتا می نمیسن. سینوس تتا به کسینوس تتا به اضافه یک برابر است با صفر اینجا میام به این صورت عمل میکنم می نویسم دو سینوس تتا کسینوس تتا در تانژانت آلفا منهای دو تا سینوس به توان دو تتا به اضافه یک برابر است با صفر این قسمت رو می نویسم سینوس دو تتا اونجا هم که هست تانژانت آلفا این قسمت هم من های دوش رو سر جاش میذارم به جا سینوس دو عبارت معادل کسینوس دو تتاش رو مینویسم یعنی یک دوم من های یک دوم کسینوس دو تتا کلن به اضافه یک برابر است با صفر که خب اگر من این دو رو ضرب بکنم خواهم داشت در نتیجه برابر است با سینوس دو تتا در تانژانت آلفا به اضافه کوسینوس دو تتا برابر است با صفر که از اینجا تانژانت دو تتا برابر خواهد بود با منفی یک به روی تانژانت آلفا این تانژانت دو تتا به دست اومد حالا فقط کافیه که من بیا آرک این قسمت منفی بروی روی تانژانت آلفا پس از اینجا به راحتی میتونم بنویسم که دو تتا برابر است با تانژانت معکوس یا آرتانژانت منفی یک به روی تانژانت آلفا که برای تانژانت منفی رو ما به این صورت حساب میکنیم میگیم دو تا هست 180 منهای تانژانت معکوس یک به روی تانژانت آلفا که خب از اینجا برابر است با 180 منهای 90 منهای آلفا که از اینجا این اینو ساده بکنی برابر خواهد بود با تتا برابر است با 90 به اضافه آلفا تقسیم بره دو یعنی همیشه میتونیم این زاویه رو داشته باشیم یعنی همیشه اگر تتا باشه 90 به اضافه آلفا تقسیم بر دو برد ما و اون مقداری که تیک کرده اون پرتاب ما به صورت بیشینه خواهد بود و همیشه من میتونم این رو به این صورت بنویسم حالا اگر تو مسئله به ما گفته تو سه تا آلفا بیایم این رو تجزیه تحلیل بکنیم اگر آلفا اون صفر باشه خب تتا میشه 45 درجه یعنی رو سطح صاف باشیم 45 درجه برده ماکسیمم خواهد بود اگر آلفا مون سی باشه لانچر طوری قرار بگیره که سو سی درجه باشه باید ما تتا مون 60 درجه پرتاب بکنیم که ماکسیمم برد داشته باشیم و اگر لانچرمون رو 45 درجه تنظیم بشه ما باید در 67.5 درجه پرتابمون انجام بدیم که بیشترین برد رو داشته باشیم و باز هم دیدیم که این سوال بسیار بسیار ریاضی درش وجود داشت